ممنون. خب من آره آرمینم قبل دوباره بیاریم بالا دیگه، شرمنده آدم. این برنامه 3 ساعت و 15 دقیقه شده گذشته، حالا تو یه بارم صحبت کردی، حالا امیدوارم تو برنامه های بعدی بازم در خدمت باشیم. ما بریم خواهی نقاشی نشون بدی. آره نقاشی نشون بدی، تو یک کامنت رو ستار کرده بودی که ستاره کرده بودی که میخواستی بهش واکنش نشون بدی. اصلا دیگه آدم اون که حالا هیچی، اون دیگه ول کن. بعد من توی آره توی دیسکورد بعدن حالا قرار شده با بچه ها بعض برنامه کوتاه برم بشینم صحبت کنم که چی شده. اکی. فقط یه چیزی هست در مورد فریدم، یه سوالی پرسیده بود ازت، میخوای کوتاه جواب بده؟ اینقدر انگلیسی تو فارسی کرده من نمیدونم از کجا شروع میشه از کجا تموم میشه. تو یکی چین، تو یکی چین اوله و تو یکی آمریکا، کدوم نشونه تو جی دی پی نامینال یا جی دی پی 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 چون فرق بنده نه پر کپیتال جی دی پی نامینال. ببینید وقتی که میگه آرمین جان فرق چیه تو یکی چین اوله و تو یکی آمریکا، حالا دیگه اون یکی هم جی دی پی و دو تا چیز کاملا داره. من قاطی میکنیم، ببینید ما چهار تا است. خب جی دی پی نامینال، جی دی پی 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 پی، جی دی پی پر کپیتا نامینال و فکر کنم جی دی پی پر کپیتا پی پی پی. خب فارسی اینا چی میشه؟ یه کسی کمک کنه به من فارسی اینا. بذار اینا رو به انگلیسیشون بدونیم. خب GDP نامینال میشه تولیدات چی؟ تولیدات داخلی یک کشور در یک سال به طور کل. خب به طور کل با قیمت مثلا دلار، الان بیام دلار رو استفاده بکنیم، به دلار میشه تولید رسانه داخل تولید داخلی سرانه. یک کشور نه سرانه نداره ولی نه سرانه اگه پر کپیتا الان جفتش الان پر کپیتا نداره. خب پس هیچ کدوم از اینا سرانه نیستن. این میشه تولید ناخالص داخلی، اون که نامیناله میشه مثلا به دلار، اونی که نوشته پی 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 به دلار آمریکا، اون که نوشته پی 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 با یک دلار ساختگی بهش میگن اینترنشنال دلار در اندازه‌گیری میشه که تنظیم بشه بر اساس اینکه قدرت خرید توی کشور، به خاطر اینکه قدرت خرید تو کشورهای مختلف فرق داره، ارزش یک دلار تو آمریکا با ارزش یک دلار تو کانادا، با ارزش یک دلار تو اسپانیا، با ارزش یک دلار تو ایران کاملا فرق داره. شما با یک دلار مقدار بسیار بیشتر میتونید خرید بکنید توی مثلا ایران تا توی آمریکا. خب برای اون جی دی پی نامیناله ممکنه به شما یه نتیجه غلطی بده. شما اگه بخواید قدرت مثلا اقتصاد کشورهای مختلف و فقط با دلار آمریکا مقایسه بکنید، خب شما اگه پی پی پیش بکنید معنیش اینه که دارین این که قدرت خرید یه دلار تو کشورهای مختلف فرق داره، دارین تنظیمش میکنید که اونم در نظر بگیرید. یک دلار اینترنشنال مصنوعی رو در نظر میگیرین که میاد قدرت خرید یه دلاری رو تعریف میکنه که قابلیت خریدش تو همه کشورها یکسان هست و بر اون معیار میاد اندازه‌گیری میکنه. البته این فرق بین نامینال و پی 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 برای خود جی دی پی ها به نظر من خیلی فایده نداره، برای سرانه ها بیشتر ارزش داره. خب پس ما چهار تا داریم، جی دی پی نامینال، جی دی پی 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 پی، جی دی پی پر کپیتا نامینال و جی دی پی پر کپیتا پی پی پی. یعنی اون سرانه ها، یعنی تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی مقایسه استفاده از پی 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 اونجا ارزش بیشتری داره. چرا؟ چون وقتی که کل اقتصاد رو میخواییم با هم مقایسه بکنیم، دارین قابلیت، به عبارت دیگه قابلیت اقتصادی یک کشور رو به عنوان یک کشور تو دنیای بین المللی در نظر میگیریم. خب یعنی شما وقتی میخواییم ایران رو مثلا مقایسه بکنیم با آمریکا، اونجا من فکر کنم ارزش نامینال اونجا بیشتر بشه. خب شما اگه داریم آمریکا رو با ایران مقایسه میکنیم، میخوام ببینیم که مثلا آمریکا یا روسیه یا ایران چه قابلیتی دارن برای استفاده از اقتصادشون وقتی که دارن تاثیر میذارن توی جهان. اون موقع مهم نیست برای ما که یک دلار توی ایران میتونه خرید قابلیت خرید بیشتری داره. شما داریم درباره قدرت دلار تو قدرت اقتصادی ایران خارج از ایران صحبت میکنیم وقتی جی دی پی ها رو با هم مقایسه میکنیم. برای من اون موقع نامینال ارزش بیشتری داره به نظر من، میتونه اشتباه باشه، ولی
وقتی که سرانه ها رو مقایسه میکنیم اون موقع پی 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 ارزش بیشتری داره. چرا ما سرانه جی دی پی دو تا کشور با هم مقایسه میکنیم؟ برای اینکه داریم سعی میکنیم ببینیم که یک فرد آیا زندگی از لحاظ اقتصادی زندگی بهتری داره توی ایران یا مثلا توی یک کشور دیگه. دو تا کشور داریم مقایسه میکنیم، اون موقع مقایسه جی دی پی پر کپیتا نامینال ارزش کمی داره. خب برای اینکه دارین میگین که آ یه نفر تو ایران اگه $1,000 مثلا ماهی داره، داریم مقایسه میکنیم با یک نفری که مثلا تو آمریکا مثلا $1,000 ماهی داره. خب من واضحه که اون $1,000 که تو آمریکا مثلا تو ایران یه نفر داره رفاه خیلی بیشتری بهش خواهد داد تا $1,000 که یه نفر تو آمریکا داره. برای همین اگه اون موقع بخوایم جی دی پی سرانه ها رو مقایسه بکنین، اون موقع ارزش پی 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 بیشتر خواهد شد. برای اینکه دارین تنظیمش میکنین بر اساس قدرت خرید که بر هر میانگین یک فرد تو ایران مثلا با آمریکا با کانادا با یک کشور دیگه مقایسه بکنین. خب نمیدونم این واضح بود یا نبود، نمیدونم، خوب شاید خوب توضیح دادم یا بد توضیح دادم، نمیدونم. ممنون. اوکی ممنون. البته قبلا ما تو برنامه‌های دیگه هم داشتیم که صحبت کردیم در مورد این قضیه، تو نقد و امید دانا بود اگه اشتباه نکنم، مفصل صحبت کرده بود تو یکی از برنامه‌ها. اوکی بریم سراغ هنرمون دیگه. هنرمون من توضیح قابل درک بود برای کسی که فقط با خودم صحبت کرد، نمیدونم. نه اوکی میگه خیلی واضح بود. اوکی آها تو ببخشید من لینک چیز دیگه زدم. اوکی نه تاره میگه خیلی واضح بود. من آه چه خوب، پس داره قدرت توضیح هم داره یه مقدار بهتر میشه.